سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و اسماعیل خان در تهران دیدار کرد. امیرخان متقی به آن که جزئیات بیشتر درباره این دیدارش بدهد گفته که به احمد مسعود و اسماعیل خان اطمینان داد تا به کشور برگردند، چرا که امارات اسلامی به کس مشکل امنیتی ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر منابع و ترونیوز تایید میکنند که عبدالقیوم سلیمانی با یک حکم آقای متقی به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران گماشته شد. سرپرست وزارت امور خارجه هین بازگشت از ایران در میدان هوایی کابل اعلام کرد که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و امیر اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی دیدار کرده است. کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره ما هم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي. تهران نیز با تایید میزبانی از این دیدار میگد که طرفهای افغانی گفتگوهای خوبی با هم داشتند. هرچند جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود این دیدار را رسما تایید نکرده است، اما حفیظ منصور یک عضو این جبهه آن را تایید میکند. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی این نخستین دیدار میان جبهه مقاومت و امارت اسلامی است. ما امیدوار هستیم که هر دو طرف خاک خود زندگی را در خاک خود از همه چیز که مقدم بدانند. این یک قدم نخست مهم است که برش خیر مقدم میگیم که در گفتگو باز شد. قدم دوم و مهمتری است که در مشارکت در قدرت باز شود و سطح تصمیم گیری. از سوی دیگر منابع به طلوع نیوز تایید میکنند که همزمان با سفر دروزه امیرخان متقی به تهران، عبدالقیوم سلیمانی برادرزاده امیر اسماعیل خان که معاون سفارت افغانستان در ایران بود، از سوی آقای متقی به عنوان سرپرست سفارت گماشته شده است. مات مقرون په بل سفارت لکه سلیمانی چې په تهران کې مقرریږي او تهران افغانستان دولت اصلا پرستر ته پیزوي دا خلاف نمون دیپلماتیک. سفارت افغانستان در تهران در حال به امارت اسلامی سپرده می شود که تا اکنون هیچ کشور جهان به شمول ایران نظام کنونی در کابل را به رسمیت نشناخته است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عبدالرؤوف توانا استاد دانشگاه را روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای توانا سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. هرچند که وزارت خارجه امارات اسلامی جزئیات از مذاکراتش با مقامات یا رهبران مقاومت جبهه مقاومت و آقای اسماعیل خان به دست نداده، ولی ظاهرا دیده می شود که صحبت های در جریان بود و این صحبت ها به نتیجه نرسیده. جزئیات از چه قرار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و تمنیات خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون طلوع نیوز تقدیم دارم. نفس گفتگو یا نشسته که بین افغانها در هر نقطه، در هر مکانی و در هر زمانی به منظور حل مشکلات صورت میگیره یک گام مثبت است. با یقین که سفر وزیر محترم امور خارجه امارت اسلامی در چنین شرایط در ایران و نشست با هموطنان عزیز ما که با همدیگر گفتگو کردن ما یک آغاز خوب می‌دانم. درست. صلح بعد به مراتب از ادامه جنگ است. پایان هر جنگ صلح است. چرا افغان ها میانی هم گری کور را به دست خود باز نکنند و توپ در میدان امارت اسلامی است و امارت اسلامی می تواند برای حل مشکلات کنونی افغانستان از طریق گفتگو تمام معضلات و مشکلات را حل بسازد. ولی آقای توانا چه فکر میکنه که صحبت ها روی چه موارد با رهبر مقاومت یا جبهه مقاومت و همچنان آقای اسماعیل خان صورت گرفته و چرا این صحبت به نتیجه منتج نشده؟ مذاکرات به این معنا نیست که در یک روز همه چیز نتیجه بده. مذاکره صورت گرفت، طرفین هر طرف اظهارات خود داشتن. وزیر امور خارجه، وزیر سرپرست امور خارجه هم حرفای خود داشت و از طرف آقای احمد مسعود هم حرفای در این استقامت بیان شد.
ما نکته که برای شما عرض میکنم و از طریق به همه مسئولین محترم امارات موضوع را ابلاغ میکنم، بحث گفتگو مورد تایید همه ملت بزرگ افغانستان است، اما ما بسیار شخصیت های بزرگی در داخل افغانستان داریم که تا هنوز با آنها گفتگو صورت نگرفته که آنها موقفشان و جایگاهشان کمتر از دیگران نیست. در افغانستان امروز همه ملت افغانستان طرفدار نظام اسلامی هستند، از نظام اسلامی حمایت میکنند، برای ختم جنگ میاندیشند. این قضایا طوری است که جز از طریق گفتگو راه دیگری وجود ندارد. ما در تاریخ افغانستان هم مطالعه داریم رهبران و بزرگانی که در محور وحدت و همدلی نظام خود اساس گذاری کردند، مثل سلطان محمود غزنوی، احمد شاه بابا و شخصیت های بزرگی که وقتی که اگر ما به صورت دقیق و عمیق دستگاه احمد شاه عبدالله را مطالعه بکنیم، بیشترین حضور غیر برادرای پشتون در دستگاه احمد شاه عبدالله از همه اقوام هم حضور تاثیرگذار خود داشت که به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در تاریخ افغانستان وجود دارد، همچنان سلطان محمود غزنوی. ما افغان ها پشتون، ازبک، تاجک گلهای یک بوستانیم که به نام افغانستان یاد می شود. و این ابتکاری که در سفر وزیر محترم امور خارجه در تهران صورت گرفت، ابتکاری ارزشمندی بود. ما چند قبل یکی از صحبت های جناب آقای استانگزی، معین محترم امور سیاسی وزارت امور خارجه را شنیدم که ایشان گفتند اگر در بن، در کنفرانس بن در 2021 امارت اسلامی دعوت داده می شد و در نظام شرکت می کرد، قضیه افغانستان حل می شد و جنگ طولانی دوام پیدا نمی کرد. و ما اون نقطه و حرفی بسیار زیبا می دانم، اگر در هر وقت در هر شرایط دولت ها راه های را باز نگه بدارن، درها را باز نگه بدارن، با همه مخالفین و موافقین مذاکره داشته باشن، ما یقین دارم که مشکلاتی باقی نمیماند. درست. آقای تبانا، چه فکر میکنید که موارد اختلافی میان جبهه مقاومت و امارت اسلامی چه است؟ و پیش از این صحبت های روی صلح وجود داشت، بیش از 2 سال دوام پیدا کرد و یکی از اعضای ارشد جبهه مقاومت که آقای حفیظ منصور است، عضو از هیئت بود. چه فکر میکنید که این مذاکرات یا این گفتگوها در چه سمت حرکت خواهد کرد و به چه نتیجه منتج خواهد شد؟ وضعیت کنونی تنها بحث احمد مسعود و اسماعیل خان و اینها نیست و در ارتباط به موضوع افغانستان ما می اندیشیم که ما شخصیت های مهمتری دیگری هم در سرتاسر افغانستان داریم که باید در نظام و امارت اسلامی همکاری بکنه و امارت اسلامی دست حمایت رسول ها دراز بکنه. درست. چون موضوع افغانستان با یک دره و با یک ولسوالی و با یک ولایت نیست، افغانستان 34 ولایت است. همه باید حضور خود در نظام ببینه و همه حضور عزتمند خود ترسیم بکنه و نکات اختلافی زیادی وجود دارد در میان طرفین. ما یقین دارم که این یک آغاز خوبی باشه که مذاکره نه تنها در بخش با برادرای ما جناب احمد مسعود و آقای اسماعیل خان، بلکه با بخش‌های مختلف افغانستان مذاکرات ادامه پیدا بکنه و درها باز شود و برای یک شورای بزرگی که همه افغانها در آنجا حضور داشته باشه، همه شخصیت های تاثیرگذار. آقای متقی، بله آقای توانا، آقای متقی در بازگشتشان از تهران گفتن که ما از آقای اسماعیل خان و احمد مسعود خواستیم که دوباره به کشور برگردن و مشکل امنیتی متوجهشان نخواهد بود. چه فکر میکنید با بیان چنین جمله، مخالفان امارت اسلامی به کابل برخواهند گشت و ولایات دیگر و همچنان از آنچه که داعیه گویا برای انداختن دست برخواهند داشت؟ با معذرت که جمله اخیر ما قطع ساختین، شرایط طوری با وجود به که چون امارت اسلامی زمزمه های وجود داره که شورای بزرگی از علما را در افغانستان برگزار کنن، ما میگیم که شورای اجماع بزرگی که در او شورا همه مردم افغانستان در اقشار مختلف، هم علما و هم غیر علما، تصمیم گیرنده در او شورا باشد، در آنجا حضور داشته باشند، که از جمله همه مخالفین و موافقین نظام در آنجا دعوت شوند، که از جمله
میشه امیر سیف اسماعیل خان و احمد مسعود و امثالی از اوست در افغانستان. رهبرای افغانستان تنها احمد مسعود و اسماعیل خان نیست، صدها شخصیت بزرگ دیگری در افغانستان وجود داره و حضور داره و در سرتاسر جهان پراگنده هستند که از همه از اینها دعوت داده شده که افغانستان برای ساختن افغانستان برای یک محور، محور وحدت و همدلی، حب الوطن من ایمان همه جمع شوند و افغانستان ولی بسازن. با دعوت علما، آقای اسماعیل خان و دیگر رهبران که شما میگویید که اکنون در افغانستان نیستند، به افغانستان خواهند آمد؟ ما یقین دارم که اگر زمینه های اعتماد سازی فراهم شود، هیچ افغانی در هیچ کشوری بیگانه آرامش نمیگیره، کشور خود از جان خود دوست داره. همه کس، چه کسایی که در امریکا هستند، چه در کانادا هستند، ما شخصیت های بزرگی در همه گوشه و کنار دنیا داریم که باید از همه از اینهای شخصیت های تاثیرگذار فرست شود و همه از اینها دعوت شود. و چون تا زمانی که ما مغزای متفکر در نظام جمع نسازیم و در مشوردهی جمعی همه حضور همه تضمین نشود و ساختن یک نظام مقتدر و حمایت از این نظام که نظام به عنوان یک نظام مقتدر و قابل قبول برای همه شود آنچه که لازم است، جز با وحدت و همدلی کاری دیگری امکان ندارد. من پیشنهاد دارم به همه برادرای عزیز هموطن ما، همه شخصیت ها که ادبیات صلح را جدی مراعات کنند، همه طرف ها، همه شخصیت ها، همه جهت ها، زمانی است که باید به زخم ها مرهم گذاشته شود، زمانی است که رنج های بی پایان پایان داده شود و افغان ها دیگر در میان آب ها غرق نشود، افغان ها آواره نشود، مظلوم نشود، دختران افغان متاسفانه در وضعیت بدی در کشورها قرار میگیرد، چون ناموس همه افغان هاست. یگانه راهی که ای وجود داره راه گفتمان و همدلی و برادری و مذاکرات صادقانه است. سپاس از شما پایتبار. ما با هم صادقانه باید در همه امور داخل شویم. سپاس از شما آقای عبدالرؤوف تبارا، استاد دانشگاه.